أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قرآن در سوره کافرون میگه بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. یعنی کافر به اون کسی میگن که آمدانه پا میذاره رو حقیقت، فقط به همچی کسی میگن کافر تو هر شرایطی. در یک روایتی آمده که اگر کسی هسته خرمایی رو ببینه بعد بگه که این هسته خرما نیست، این سنگه، این ریگه، یا به عکس ریگی رو ببینه بگه این ریگ نیست هسته، یعنی به همه اندازه پا رو حقیقت گذاشتن، این میشه کفر. کفر که میگن اینه، یعنی زیر بار حق نرفتن. قرآن در این سوره به پیغمبر میگه پیغمبر به اینا بگو که لا اعبد ما تعبدون. صحبت کی و عبادت کردن نیست، صحبت چی و عبادت کردن. یه وقتی آدم زیر بار حق نمیره معلوم هست دنبال چی میگرده و چی براش جالبه، چی براش جذابه، کشته مرده چی هست، اصلا کی نبا، صحبت چی. یه لا اعبد و مات، اون چیزی رو که شما میپرستید بهش چسبیدید براتون جذاب هست، اون من باش کاری نداره. شما هم ولا انتم ها بدون ما اعبد، شما نمیدید من چی رو عبادت میکنم. یعنی اگه به خدا هم چسبیدم خب برای چی؟ مگه او به تعبیر اند چیاس که برات جذاب، چی داره که برات جذاب؟ در ایشون فرمودن که مثلا خدایی که اند عفو و گذشت نیست، خب اصلا برای چی بهش بچسبیم؟ چی برامون جذابه؟ اسیرمون میکنه، بیچارمون میکنه، براش میمیریم. یعنی سراغ هر کسی که میخواییم بریم، یه داستان امیرالمومنین سلام الله علیه تو جنگ جمل، یه بند خدای آمد گفت من اصلا قاطی کردم، چون
از طرفی خب شما که معلوم که پیغمبر اکرم راجع به شما چیا گفته، ولی اینایی هم که مقابل شما ایستادن اینا هم آدم ها کمی نیست. اولا خب همسر پیغمبر، بعدم یه کسانی که اینا آدم های گنده ای هن، آدم های بزرگی هن و کارهای بزرگی هم کرد. حضرت بهش فرمود که انکل ملبوسن علیک، اینا همه مربوط به تک تک ماها میشه، با اینکه حالی داستانی بوده که نه، واقعا تو نخ خودمون بریم همین جوریه. فرمود که یه مطلبی که برای همه هم پوشیده است، خیلی واضحه، ولی دیگه یه مسیری رو میریم کم کم میبینیم که به تعبیر مرحوم آقای بهجت کور از واضحات میشیم. ایشون میفرمو خدا ما رو کور از واضحات نکنه. خیلی واضحه ولی بدیهیه، ولی آدم زیرش میزنه و اصلا براش گم و گور شده، مبهم شد. فرمود ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار رجال، حق و باطل با قدر و منزلت رجال و شخصیت ها معلوم نمیشه. بعد فرمو چون مثلا چرا فلان، آخه فلانی اینجوری گفت، فلان بزرگ. عرض کردم یه شبی که قرآن راجع به جهنمی ها میگه اصلا به چه دلیل شما تو جهنمی، میگه به دلیل اینکه انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلون السبیل. ما دنبال گنده ها و اونا که بالاخره برای خودشون کسی هستند، سری هستن تو سرا، یا به تعبیر از همه سرتر هست، بزرگانمون، دنبال بزرگانمون بودیم، کبرا انا فاضلون السبیل. یعنی فقط به دلیل اینکه مرعوب یک شخصیت هایی قرار گرفتیم و از اونا بت ساختیم، بعد یه هر چی گفتن ما بی چون و چرا پذیرفتیم و اینجوری پا گذاشتیم رو وجدانمون، رو فطرتمون، روی واضحات. امیرالمومنین فرمود که حق و باطل با قدر و منزلت شخصیت ها، رجال، آدم های مطرح، آدم هایی که ترکندن توی دنیا، اسم و رسمی پیدا کردن، شهرت پیدا کردن، زبان زد شدن، اونجوری معلوم نمیشه. بعد فرمود اعرف الحق تعرف اهل، ببین حق چیه، اهلش هم معلوم میشه. و اعرف الباطل تعرف اهل، ببین باطل چیه، باطل هم هرچی، اهل باطل هم من. یعنی پیچیده نیست، ولی خب آدم وقتی میره تو فاز هوس، بعد هوس کرده یه کاری رو انجام بده، هوس مثل یه حجابی، مثل یه دیواری جلوی ما به حقیقت رو میگیره، حائل میشه، بعد هم نمیدونه چی کار.
یه وقتی امام صادق سلام الله علیه تو شرایطی که بنی امیه و بنی عباس اینقدر مردم رو تو فشار قرار داده بودند که اصلا اسم علی رو بردن، اسم فاطمه رو بردن جرم بود. امام صادق فرمود که ایاکم و ذکر علی و فاطمه. میشه اسم نبر بابا، من امام صادق دارم میگم، من راجع به جد خودم و جده خودم دارم میگم. حالا از من که مقدستر، مثلا متدینتر، ولائیتر که نیستید از من امام صادق، من دارم میگم بابا اصلا اسم نبرید. ایاکم و ذکر علی و فاطمه. خب حالا اسم نبریم، خب پس چیکار کنیم؟ فرمود خب راهشون رو بریم. یعنی چی به نظر شما علی رو علی کرد؟ مثلا معلومه یا نه همجوری؟ خب دیگه آقا خب ما شیعه ها بالاخره بعد از رحلت پیغمبر اکرم معتقدیم که اونی که میتونست جای پیغمبر رو پر کنه علی بود. و مثلا اله شد بله شد بعد از رحلت پیغمبر نذاشتن، و اون دعواهایی که همیشه بوده و هیچ ربطی هم نداره به اهل بیت و کسانی که میخوان مسیر اهل بیت رو برن. ولی خب حالا فعلا اینطوریه دیگه که به بهانه اهل بیت مسیری رو میریم که ربطی به اهل بیت نداره، که میگه حالا هیچی معلوم نیست، فقط میگه فقط علی. میگه آقا قبول اصلا شما که شیعه ای و میگه که حق تو اون داستان با علی بود، خب اون علی شما چی گفته؟ گفت دیگه اینا شما من نمیدونم. حالا گفته چیکار کنید بالاخره؟ چه مسیری رو بید؟ یکی از دوستان ما که اصلا عراقی هستن، ایشون یه وقتی میفرمود که ما یه مثلا همایشی جلسه ای تشکیل دادیم، هم جوان تو عراق، هم شیعه هم سنی. گفتیم که هر کسی، حالا چه شیعه چه سنی، میخواد بیاد اینجا حرف بزنه بیاد حرف بزنه. بلاخره جوانهای شیعه اومدند و هر چی خواستن از علی گفتن. نقطه مقابلش هم جوانهای سنی اومدند و از دیگران گفتند، مثلا از خلیفه اول گفتند، از خلیفه دوم گفتند، ولی همه بحث‌ها حول محور فضیلت، معرفت، مردونگی، بزرگواری، آقایی، گذشت. تو جلسه که تمام شد و می‌خواستیم جمع بندی کنیم، گفتیم نکنه ما اینجا با هم پس دعوایی نداریم. چه اونی که آمده و داره اوصاف امیرالمؤمنین رو میگه، چه اونی هم که داره اوصاف خلفا رو میگه. بالاخره همه کشته مرده فضیلتن. یکی میگه این فضیلت اندش علیه، یکی میگه این اندش مثلا خلیفه دوم. ولی ما بیچاره فضیلت، ما کشته مرده فضیلت.
حالا این کی داشت؟ هر کی داشته دیگه. فضیلت تو هر کسی بود. این که امیرالمومنین فرمود خود الحکم الحکمت ضالت المؤمن. ما دنبال حرف حکیمانه میگنیم، این حرف حکیمانه رو کی میزن؟ فرمود یه مشرک اصلا بزن، یه منافق بزن، نه یه آدم حسابی. من کشته مرده یه حرف حکیمانه، اما همون آدم حسابی اگه حرف حکیمانه نزنه، من دیگه بی خودی سنگشو به سینه نمیزنم، چون حرفی که زده حکیمانه نیست. من در به در دنبال حکمت. اصرار اهل بیت، اصرار امیرالمومنین تو این داستانی که در جمل پیش اومد که اومده میگه آقا بالاخره من نمیدونم، آره شما قبولی امیرالمومنین هستید و پیغمبرم راجع به شما فراوان گفت، ولی اینایی هم که مقابل شما اینا آدم های کمی نیست. حضرت میگه که نه اینطوری محک نزن، اعرفله، برو حق رو بشناس. حق چی؟ باطل رو هم بشناس، وقت معلوم میشه که اونی که حقیقتا اهل حق کیه و اونی که اهل باطل کیه. یعنی اینجوری یه مقیاسی، یه شاغولی، یه متری دستت، اون وقت میتونی اندازه گیری کنی، کاملا معلوم بشه مسیری که داری میری چه مسیر. ما کشته مرده چی هستیم؟ حالا تو همین ماه مبارکی که گذشت، شبهایی که مزاحمت داشتیم، خیلی از سربران مکرم بعد از جلسه می اومدن، بالاخره به مناسبت بحثایی که داشتیم گفتم بالاخره ما این لعنای زیارت عاشورا نفهمیدیم چیه، بقید لعن بکنیم لعن نکنیم، بعد اینا اصلا به کجا میخوره؟ وقتی قراره که مثلا یکی مثل امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد که ابلغ ما تستدر رو به الرحمه ان تضمر لجمیع الناس الرحمه، شما اگه میخواید دریای رحمت پروردگار سیلاسا به سمتتون حرکت کنه، باید در ضمیر خودتون همه رو دوست داشته باشید، جمیع الناس. میگه پس لعنای زیاد عاشورا چی میشه؟ ما مثلا نسبت به ابن بلجم هم مثلا میگیم که تو اعمال شب 19 و شب 21 مثلا 100 بار بگی اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین. خب اصلا اینا یعنی چی؟ اینکه بگم قرآن تو سوره کافرون به پیغمبر اکرم میگه که به اینا که پارو حقیقت میزنن بگو که اون چیزی رو که شما میپرستید و بهش چسبیدید و ازش دم میزنید نه من نیست، شما هم دنبال اون چیزی که من هستم نیست. صحبت چیه نه صحبت کی؟ گفت دنبال چی هستیم که چسبیدیم به امیرالمومنین ولم نمی کنیم؟ اگه معلوم بشه دنبال چی هستیم، وقت معلوم هم میشه که از چی خوشمون نمیاد، نه کیا، از چی خوشمون میاد، از چی خوشمون نمیاد. وقتی میریم یه سیری میکنیم تو زندگی امیرالمومنین، میبینیم یه چیزایی آدم میبینه، اون چیزا دیوونه کننده است، خیلی جالبه، خیلی جذاب. همین که میگیم که تو همین بحثایی که این دو سه شبی که داشتیم راجع به این که امیرالمومنین رسید تو صفین به امرؤاس که اساس قائله صفین بود، ولی تا لباسشو در آورد
حضرت روشو برگرد و اصلا بلش. پس چی امیرالمومنین دنبال چیه؟ این مهمه. دنبال چیه؟ که از معاویه و عمرو العاص هر دو صرف نظر میکنه دنبال چیه؟ اونا جنگ درست کردن، قائله درست کردن. چی برای امیرالمومنین اهمیت داره؟ که سر بزنگاه یه مسیری رو میره که ما نمیریم. خودمونی واقعا نمیریم. خدا میدونه چقدر آدما گله‌مندن از یکی مثل امیرالمومنین که آقا برای چی سر بزنگاه این کارو نکرد؟ اگه چی بشه؟ به خاطر همونم مثلا کسانی که از نظر ظاهر داستان اینه که خب اینا از اصحاب خاص امام مجتبی آدم های گنده‌ای بودن، بعدم مثلا به شهادت رسیدن. حالا اینا حرف داره با این همی که ما همچون خیلی راحت داریم میگیم نیست، ولی بالاخره به امام مجتبی میگفتن یا مدلل المؤمنین. پیداست تو یه معیارهایی دستشون نبوده. ولی برای چی بیاد یکی مثل امام مجتبی که مظهر عزت اسلام و مسلمینه، یعنی صدها سال بلکه هزاران سال بعد بگذره تا معلوم بشه ایشون چه کار بزرگی انجام داده، چه کار جذابی انجام داده. ولی وقتی نمیدونیم خب تحویل نمیگیریم دیگه، بلکه میزنیم به تاق. بعد نه آقا، نه اینجوری که دنبال چی هستیم ما؟ و امام مجتبی دنبال چی بود؟ میخوایم بریم اون چیز رو پیدا کنیم. و یعنی خدایی هم که عبادت میکنیم مفت گیرونه که او رو مظهر چی میدونه؟ یعنی یه دعایی مثل دعایی جوجن، هزار و یه اسم، یعنی هزار و یک توضیح داره برای این خدا. همینجوری خدا، من یه وقتی این رو یه جایی گفتم، یه کمی هم بعضیا مثلا شاید سختشون شد، گفتم که مثلا یه چیزایی تو دعاها هست، نه اینکه دعاهای معصور اهل بیت دعاست دیگه، مثلا برامون جالب بوده بعد حالا نقلم شده برامون گفتن، ولی نه اینکه اینو حتما مثلا از امیرالمومنین فرمود. مثلا میگیم یا من له الدنیا والآخره ارحم من لیس له الدنیا والآخره. یه کسی که هم دنیا مال توی هم آخرت، ولی ما که نه دنیا داریم نه آخرت، خودت یه جوری در حق ما لطف کن. ولی مهم چی؟ دنیا و آخرت. اول دنیا و آخرت مهمه، بعد اون کسی که هم دنیا داره هم آخرت. همون دنیا و آخرت خیلی مهمه. وقت رو همین جهت منم اگر خیلی مفلوکم و بدبخت و بیچاره، مونه که نه دنیا دارم نه آخرت. حالا اگه مثلا هم دنیا داشتم هم آخرت، که لااقل یکیشو هم اگه داشتیم یه چیزی بود، ولی خب نه، الان نه دنیا داریم نه آخرت. ولی مثلا بریم سراغ کسانی که دنیا و آخرت هر دو رو با هم زدن به تاق، یا دنبال چی هم؟ یا نمیدونم، ها این مهمه، اینا دنبال چی هم؟ اصلا نه کاری به دنیا دارن نه آخرت، هر دو رو زدن به تاق. چی پیدا کرد؟ چی براشون جالبه؟ چی براشون جذب؟ ولی یه دعای جوشن، تو دعای جوشن تمام اون چیزایی که باید دنبالش باشیم اون به صورت هزار و یه اسم آورده، بعد میگیم سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار. خدا تو جهنمم من. همون وقتی که
اسیر دنیا و اسیر آخرت، همون وقت جهنمه با اسیر آخرت هم باشیم جهنمه. برای همین امیرالمومنین میگه ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتی. من نه به جهنم کارده نه بهشت، بهشتم شیشتون به من بده من نمیخوام، کل بهشتو به من بده، من تو رو میخوام. خب چرا؟ این که فرمود بل وجد تو که اهل العباده فعبد تو، دیدم تو واقعا شایسته پرستش. آدم باید دنبال تو باش. یه چیزایی در تو دیدم که تو بهش نیست، نه اینکه تو بهش، تو بهش رنگ و بوش، برای همینم بهش شد بهش. آره این تو هستی، اون چیزایی که در تو هست بهشت و بهشت میکنه. وگرنه من همینجوری اصلا کاری به بهشت، کاری به جهنم. یا به خاطر همین امام سجاد یا امیرالمومنین در مناجات ها چون که لئن ادخلتن النار، منو تو جهنمم ببری، اعلم تو اهلها انی احب، اونجا به تمام اهل جهنم میگه من تو رو. مثلا این نیست که حالا مثلا تو جهنم قوطه بر باشم تو رو یادم بره. اونی که منو از تو چار میخی کرده نسبت به تو، اون یه چیزیه، یه چیزایی که خیلی جالبه، خیلی جذاب. و این که اصرار هست برای این که آقا معرفت بریم بشناسیمش، بریم بشناسیمش. یا آقا شما این خواستگار اومده برای دختر ما، شما فلانی، او خواستگار فلانیه اومده برای دختر من، شما میشناسیش؟ پسرموشه میشناسیش؟ ولی میگه نه من درست نمیدونم. در اینکه پسر عموشه ایکن بیوگرافیشو بلده، ولی شناخت چقدر ازش میدونیم، چیا ازش میدونیم. تو زندگی که میاد معلوم میشه چیه یا نه همینجوریش. مثلا دید طرف میگه من دم هم خانوما هم آقای میگه آجا من مثلا 20 ساله ازدواجم، میگه آجا میدونید من کی همسرم رو شناختم؟ چون 15 سال داشتی باشی زندگی، میگه الان یه ساله شناختم، اصلا دیروز شناختمش. یه داستانی پیش اومده، میگه آجا 20 سال با این زن، 30 سال، 40 سال، 50 سال با این خانم من زندگی کردم، الان شناختمش. نمیشناختمش. 50 سال تو با یکی زندگی تو الان شناختمش. که آدم با یک کسانی یا با امیرالمومنین زندگی مونه، اما از امیرالمومنین هیچی نمیدونه به حول و قوه پروردگار. لذا یه پیشنهاداتی به امیرالمومنین میدادن که اصلا مثلا خاله امیرالمومنین چیکار کنه؟ میدونه تو اصلا تو باغ ما نیستی، مثلا تو یه همچی پیشنهادی بعد به ما بدی، مثلا چه پیشنهادی؟ حالا آدم سختش میشه دیگه، حالا بگه با مثلا رو اصحاب امیرالمومنین، اصحاب ابی عبدالله اینا که مثلا یه پیشنهاداتی می اومدن، مثلا آقا به خاطر ما شما، یا من اینجوری نیستم. به ابی عبدالله، حالا من نمیخوام بگم، گاهی هم به قرائنی بهانه است برای اینکه گفتگو کنن ماها بفهمیم. یعنی یکی از مثلا فرض کن ابی عبدالله با جناب زهر دوتایی همدست میشن یه چیزی حالی ما کنن. الان قضاوتی نمیخوام بگم، بیام خاطر جمع اینجوریه، ولی مثلا وقتی جناب زهیر سلام الله علیه میاد پیشنهاد میده به ابی عبدالله، تو شرایطی که هر با 1000 نفر سوار نظام آمده راه بر ابی عبدالله بسته، تا سر و کلهشون پیدا شد، جناب زهیر آمد پیش ابی عبدالله گفت ما خاطر جمع این 1000 تا رو حریفی، اجازه میدی همین حالا
مثلا قائله رو تو نطفه خفه کنیم، همینجا ما با اینا بجنگیم، یه زهره چشمی هم بگیریم از اونایی که بعدن میخوان بیا. تعبیر ابی عبدالله سلام الله علیه اینجا چی میفرماد؟ که ما کنتو لأبدأهم بالقتال. یعنی حالا میگم مخاطب الان اینجا زهیر نیست، زهیر میدونه، ولی حالا اومده این گفتگو رو میکنه برای اینکه روشن بشه برای دیگه. و اصراری هم ندارم بگم حتما اینطوریه، ولی خب حالا ممکنه اینجوری باشه. حضرت میگه که تو اصلا منو میشناسی؟ اصلا منو یه همچی پیشنهادی؟ مثلا من اهل اینم که بجنگم، من کشته مرده جنگم، کشته مرده سرشاخ شدن با کسی هستم؟ اصلا من با کسی دعوا دارم؟ شما اصلا منو میشناسید؟ من تنها چیزی که دنبالش نیستم بلکه ازش بیزارم جنگ، و اصلا شروع نمیکنه. تحمیل کنند فقط به همون اندازه که تحمیل شده. یعنی گفتش که داستانه گاهی میگن، میگن که طرف رو مجبور کردن برقصه ولی رقصید. بعد به شوهرش گفت به خدا مجبور بودم. گفت آره میفهمم اینا، ولی حالا آدم مجبورم که بهش میگن که یه بنده خدایی خیلی جانماز آب میکشید، طبق معمول که این جانماز آب کشیدن خیلی رواله، رفیقهایی داشت گفتن این خیلی بازی در میاره، ولی مشروب آوردن گفتن بگیرید دست و پاشو حلقش کنید. این هم آقا مقاومت لنگ و لغت میکنه، همه رو این طرف اون طرف پرد میکنه، اینقدر بالاخره چقری و بدبدنی از خودش نشون داد ولش کرد. تا ولش کردن گفت حیف، گفتن گفت یه مشروب حلال از دستمون رفت، چون دیگه من که نمیخواستم بخورم. ولی بگم ته دل چیه؟ مثلا منتظریم که یه شرایطی به وجود بیاد، وقت چی میشه؟ گفت چه؟ گفت ته دل من گره خورده به این چیزا، و معلومه که دیگه. گفت که دل کنی به اون تعبیری که قرآن میفرماد که ان ذالک لذکر لمن کان له قلب. ما با اونایی که دل دارن کار داریم. گفت الان مثلا دل من دارم، که مثلا دلم کجاست؟ دلم به چی گره خورده؟ همین مثلا چی میشدی همچی شرایطی پیش میمد و من هر چقدر مقاومت کردم به نتیجه نمیرسید، بعد اینا حلق من میکردن، چی میشد؟ که تو شخصیتت اینجا، اینکه اون شب اون عزیزمون سربرمون فرمودن که قرآن میگه یوم ندعو کل اناس به امامهم، یعنی قیامت چون پرده ها کنار میره معلوم میشه من دنبال کی هستم، امام من کی بوده. یه چیزایی رو، یه صحنه هایی پیش میاد، بعد آدم دلش با این صحنه میره. بعدم میگه کاش که مثلا اینجوری میشد، کاش که اونجوری میشد، کاش فلانی این کار رو میکرد. یه چیزاییست برای ما معبد، اگه بخواد معلوم بشه چیه؟ گو بعد بریم بالا. این که عرض کردم که یه کسی مثل امیرالمومنین و پیغمبر اکرم معرفی کرد، فرمود دنبال یه همچی کسی باشید،
و او به فراتر از جهنم و بهش فکر میکنه. دنبال چیه؟ میگه اون چیش زمان معلوم میشه که دنباله. بری دنبالش، بالا بری، وقتی بالا رفتی یه چیزایی پیداست. هرچه بالاتر بریم با یه حقایقی روبرو میشیم که اون حقایق برای ما جالبتر جذابتر. الان هیچی نمیدونیم. ما یه جمله ای رو در زیارت روز جمعه داریم، خطاب به حضرت ولیعصر، میگیم که ما منتظر ظهور تو هستیم، ظهورک و ظهور الحق علی یدیک، که تابلو بشه تو کی هستی. این اولا. بعدم حق به دستت آشکار بشه. ولی قبل از این که حق به دست تو آشکار بشه، اون شخصیت تو، یکی میگم چی علی رو علی کرده، اون خیلی چیزا داره، وقت دنبال اونا باید باشیم که چیا موجب شد علی علی شد و اونا برای ما بعد اهمیت پیدا کنه، برای ما مهم باشه. یه چیزایی برای ما مهم نیست. یه به مرور زمان یه حقایقی برای ما پیدا نیست، بعد دنبالش باشیم. اونی که انسانیت انسان رو تشکیل میده اوناست. فعلا ازش هیچ خبری نداریم، ولی داستانایی رو همینجوری میشنویم. یکی مثل امیرالمومنین سلام الله علیه توی بهش پیشنهاد میکنن که آقا بالاخره تو صفین وقتی آبو بستند، امیرالمومنین فرمود اینا بالاخره میخوان شما از تشنگی بمیرید. بهانه شون همین است که عثمان تشنه کشته شد، نذاشتن آب بهش برسه و تنها کسی هم که اتفاقا محاصره رو شکست و آب رو رسوند به عثمان، امیرالمومنین به دست امام مجتبی برمی. ولی خب حالا دیگه تهمتی میزنن، حالا این بهانه شده که بیان بگن که چون خلیفه سوم مظلوم کشته شد، تشنه بود، تشنه جان داد، شما هم باید از تشنگی بمیرید. امیرالمومنین فرمود که اینا دنبال اینن، ولی برید آب رو بگیرید. رفتن آب رو گرفتن، بعد یهو گفتن ما میبندیم. ببینید تو رکاب امیرالمومنین داره شمشیر میزنه. با مثلا ممکنه همینجا هم به شهادت برسه از ظاهری، ولی همون درجا به امیرالمومنین میگه که آقا حالا ما گرفتیم، خب میبندیم. این نامرد و نامردی کردن، ما میبندیم. امیرالمومنین فرمود که نه ما نمیبندیم. لا اکافئهم به مثل فعلهم. ما مکافات، مکافات یعنی چی؟ یعنی مقابله به مثل. هر کاری اونو کردم، اگه قرار بشه هر کسی هر کاری کرد ما مثل او باشیم، که خب ما کلن پایینیم دیگه. چون هر کسی هر خبطی میکنه من باهاش میخوام یر به یر بشم تو ردیف او. یعنی زشتر از مقابله به مثل ما نداریم. ولی الان خیلی رواج داره، توی کسی یک کاری میکنه یا چرا یا این همین کاری کرد، من مثل خودش کنم. چون اون بنده خدا گفته شما با هیچ کسی مثل خودش رفتار نکنید، با هر کسی مثل خودت رفتار نه مثل او. بخوایم با هر کسی مثل خودش، یعنی کلن تصمیم گرفتیم بالا نریم، هم پایین بمونیم. بشین چه فوش میگه؟ فوش تو دیگه فوش میگه. این که امام صادق به اون پیر مرد عنوان بصری فرمود که اگر یه کسی بهت گفت یکی بگی ده تا میگم، بگو اگه ده تا هم بگی من یه دونه نخواهم گفت. تو یه دونه نخواهی.
چرا؟ اصلا منو فوش، منو بی افتی در کلام نه محلش. خب چی پیدا کرده که سفت و محکم چسبیده به این و ول کنم نیست؟ به تعبیر قرآن قولوا للناس حسنا. در به در این دنبال زیبایی، زیبایی تو هر شکلی. اون تعبیر امام مجتبی سلام الله علیه این است که ان احسن الحسن الخلق الحسن، فرمود زیباترین زیباها زیبایی اخلاق. اخلاق زیبا باشه اصلا دیوونه کننده است. یعنی حالا چشم و ابرو اینا زیباییش، زیبایی زیباییه، با زیبایی کسی نمیتونه. گل زیباست، چشم و ابرو هم گاهی واقعا زیباست، و اما اونی که میارزه به خاطرش آدم از هر چی زیباست صرف نظر کنه، اگه امر دائر شد، این است که اخلاق زیبا. و این نیاز داره به این که دنبال بکنیم، یعنی خیلی باید کنجکاوی های خودمون رو ارضا کنیم تا یه حقایقی معلوم بشه. امیرالمومنین یه سفره ای پهن کرده، میگه نکن سفره رو بچسب، نگاه کن ببین چه سفره ای پهن، که دنبال چی باید باشیم که وقتی اون چیزها رو پیدا کردیم بعد ببینیم خدا اندشه، به دنبالش هم پیغمبر اکرم و اهل بیت اند، این چیزایی هم که من دنبالشم خبر دارم، و اگر زیارت عاشورام درست میشه اینجا درست میشه، که نسبت به ابی عبدالله که میرسیم تو زیارت امین الله که مال امام سجاد هست، این تعبیراتی که آمده دو سه کلمه ایشون عرض ادب میکنه نسبت به امیرالمومنین، بعدم با این جمله که و الزم اعدائک الحجه مع مالک من الحجج البالغه علی جمیع خلقه، خیلی حرف بلندیه این جمله. خلاصش این است که آقا شما هیچ بهانه ای دست هیچ بهانه جویی ندادی، بهانه وا، یعنی همه کسایی که با شما خودشونو درگیر کردن دنبال یه بهانه ای بودن، ولی شما بهانه هم ندادی دستشون. اینقدر حرفه‌ای، لطیف، ظریف، بی حواشی، بی عوارض کار کرد. یعنی اگر کسی بهانه دست بهانه جو بده، معلومه که مسیر امیرالمومنین رو نمیره. میگه بهانه جو طرفو، یه بهانه ای داره، میگه اینو که بعد حواست باشه بهانه هم دست کسی نده. و بعد حضرت دست به دامن پروردگار همونجا رو در محضر امیرالمومنین اونجا دعاش میگیره و دعاهایی میکنه که اللهم فجعل نفسی مطمئنتم بقدرک راضیتن بقضائک مولعتن بذکرک و دعائک. بعد بیایم تا اینجا که محبتن لصفوت اولیائک محبوبتن فی ارضک و سمائک تا آخراش. آخراش میگه مستنتم به سنن اولیائک و بعدش مفارقتن لاخلاق اعدائه. یعنی دو تا مسیره، یکی شما رو میبینه، بعد یه چیزایی شما داری اونا ازش دلبری میکنه که شما اندش، و نقطه مقابلش هم دشمنان شما، یه چیزایی در درونشون هست که حال آدم رو به هم. چیا داره درمشونه؟ در به در دنبال دعوا، سرشاخ شدن، عقده گشایی، حالگیری، اعصاب این و اون رو خورد کرد. یعنی یه جمله ای داره معاویه به یه آدمی که واقعا جلاد بود، خونریز بود،
و راست کار معاویه برای اینکه با چماق او بتونه بر مردم حکومت کنه و مقابل امیرالمومنین بیست. همین چند جمله رو فقط خوش کنید. این آدم بسر ابن ارتاط میگه که وقتی آمد سراغ ابن عباس که فرماندار امیرالمومنین بود، دید خودش نیست، دو تا بچه داشت، بچه ها شیرخواره بودن، دو تا بچه رو گرفت محکم زد به دیوار، مخ هر دو پاشید تو دیوار. مثلا یه آدم مثلا اینقدر قسی القلب، هیچ ابایی نداشت از انجام اینجور کارا، فقط برای اینکه ارعاب کنه، همه رو بترسونه، همه غلاف کنن مقابل ما. حالا ببین، اونی که بخشنامه کرده معاویه بهش اینه، بهش گفت سر حتی تمر بالمدینه، نکن برو تو مدینه، فترد الناس، همه رو ترد کن، بریز به هم، بفرست به هوا، و اخف من مررت به، هر کیو دیدی باش روبرو شدی بترسونش. یه وقت این چیزا برای آدم جذاب میشه، اما نمیدونیم چه کار خطرناکیه. خطر ما چیه؟ اون مناجات امام سجاد، مناجات و شاکین رو ببینید، تو این مناجات های 15 گانه تو مفاتیح و همطوری یه نگاهی بکنید، ترجمهش هم ببینید کافیه. امام سجاد به خدای متعال میگه الهی الیک اشکو نفسم به سوء اماره، من خودم شاکیم، من خودم خسته شدم و فقط هم تو میتونی منو نجات. همون که میگیم که یا مقلب القلوب، ای کسی که دلها رو به هم میریزی، به همم بریز، من رو برا نیستم، من یه چیزایی که اصلا باید حالم به هم بخوره، حالم جا میاد با دیدی وقتی یه چیزایی رو آدم میشنوه تو اخبار، بعد میگه آقا مثلا تو آمریکا طوفانی آمده، مثلا اینقدر کشته ده، چی مردم کشته شدن، مثلا چیه تو ماها که امیرالمومنین سلام الله علیه تو نامش به مالک اشتر فرمود لا تبجحن به عقوب، اصلا عقوبت ها مثلا شمر خورد زمین، میدونم هان داره آقا شمر، بعد از اینکه ابی عبدالله رو کشت، سرش رو از بدن جوری که اومد بیرون پاش لغزید، همونجا چلاق شد. امیرالمومنین فرمود اصلا خوشحال نشو که یه جانی زمین بخوره، یعنی اشکال داره حاج آقا. آره اشکال داره. عوضی ترین آدم توی این عالم اگه با مشکل روبرو شد ما حالمون جا بیاد، این اشکال داره. این معناش اینه من خطرناک شدم، خودم حالم نیست، خدا نکنه زمام امر دست من بیفته توی خونه، یعنی اون خونه رو جهنم میکنم با همین حالی که داره، در بحث حواسم نیست. هر این حواسون چه اشکالی ده، یه عوضی از دنیا رفته ما جشن میگیر. حالا خیلی چیزا میره رو هوا و بعدم خیلی سوالات درست میشه، ما فعلا داریم همچنین سریع رد میشیم که ولی بعد که اومد سراغتون من در خدمت هم، کلی سوال درست میشه. مثلا طرف یه جوری میگه یزید به درک رفت، بعد میگه اون میشه بگید چجوری، بعد یه داستانی شروع میکنه، گفتن تو تاریخ اومده و بعد بله فلان فلان شده، مردی که عوضی فکر کرد که مثلا شهر هرته، هرکیه تو الان خوشحالی؟
این خوشحال بودن. حالا بله تو زیارت وارث میخونیم ولعن الله من سمعت بذالک فرضیت به ابی عبدالله رو با همه عزیزان و اصحابش کشتن و خدا لعنت کنه. این خدا لعنت کنه یعنی حالم بد میشه از کسانی که این داستان رو میشنبن و میگن خوب شد. نه خیلی خوب شد. میگه خب حالا مثلا ابی عبدالله به شهادت رسید شما خوشحالی کنی که مثلا خوب شد کشتنش؟ مثلا جگر من خونک شد. خب معلومه خیلی مشکل داره. ولی نه، صحبت اینجاست که نه، عوضی ترین آدم روزگار، عشق الاشقیا. میخوام بگم یه چیزایی رو تو کتمون کردن، حواسمون نیست. علتش این است که نرفتیم اساسش رو پیدا کنیم. لذا اصلا معیارها دستمون نیست. بعضا نمیدونیم، حاجی آقا نمیدونیم اصلا چیکار باید کرد. و امیرالمومنین اصلا چیکارایی میکرده؟ خب خبر نداریم. در حالی میشه به دست آورد که امیرالمومنین چیکارایی میکنه. دقیقاً چیکارایی رو میکنه. رو چه معیارها؟ اینکه یکی مثل ابی عبدالله در میاد میگه خب تو اصلا منو نمیشناسی که پیشنهاد میدی که این 1000 نفر رو قلع و قمع کنیم تا بقیه هم دیگه روشون کم بشه. من هیچ وقت این کار، من سرم بره این کارو نمی کنم. یه خط رو صورت یه دونه از اینا نمیدم. یه تو به یکی از اینا نخواهم گفت. من ابی عبدالله چون منو نشناختید. ولی پیش خودتون میگه آقا ابی عبدالله. ببینید شما واقعا میگم با خدا دستم رو، من هرچی هم بخوام بگم کلن معلومه که وقت خدا بعد دستمونو بگی. ولی مثلا ببینید ما نمیخوام زیر سوال برم. 3 میلیون نه، 30 میلیون هم نه، 300 میلیون، 3 میلیارد جمعیت رفتن چسبیدن به ذریع ابی عبدالله. حالا 40 یا غیر 40، آقا حل دیگه. چی حل؟ ابی عبدالله میگه بله تو اصلا میدونی که یه وقت بنی عباس که روی بنی امیه رو سفید کردن فقط از من دم میزدن؟ شما اطلاع دارید؟ این شعار یا لسارات الحسین میدونید مال بنی عباسه؟ اصلا این شعار رو بنی عباس یاد همه عالم دادن. ولی خب حالا مثلا الان بنی عباس کیان؟ یعنی اگر همه بالای 8 میلیارد جمعیت روی کره زمین بگن ابی عبدالله، هیچی حل نشد. ابی عبدالله میگه منو میشناسی؟ اگه منو میشناسی دمت گرم، ولی نمیشناسی. تو تمام روایات که در باب زیارت ابی عبدالله داریم، چه از دور چه از نزدیک، زیارت امام رضا، زیارت حضرت فاطمه مصر، همش داره عارفاً به حقه قید. بله هر کی حضرت معصومه رو معرفت نسبت بهش داشته باشه بره زیارتش. وجبت له الج، اینو امام جواد سلام اینو امام رضا فرموده. ولی خب حالا کو معرفه؟ مثلا از معصومه کی بوده؟ خیلی خوب درو. اصلا یه چیز عجیبی. خب حالا بگی یه ذره از اون عجیب بودنش. هیچی نمیدونم. مثلا چی داشته ایشون که شده حضرت معصومه؟ آره همین. آره میخوام هم میگم. چی داشته حضرت معصومه؟ و خبر داریم؟ اینجا که امیرالمومنین در میاد به مالک میگه لا تب جهنب عقوبتن ولا تندمن علا عفوین، لکن هر کیو بخشیدی ولو اشقل اشقیا رو بخشیدی اصلا پشیمان نشو. ولی چقدر ما ها میگیم بشکنه این دست که نمک نداره، اشتباه کردم، من نباید میبخشیدم. توبه میکنیم، توبه میکنیم از اینکه یه عده‌ای رو بخشیدیم. دیدید گاهی وقتا یه کار مثبت کردی از همون هم توبه میکنی. حضرت با چه شدت و حدت میگه هرگز پشیمان نشو از اینکه حتی سوء استفاده کنترین، مثلا سوء استفاده میکنن از گذشته آدم،
آخر سوء استفاده هم کرده، ولی میگه تو پشیمان نشده، کار تو درست بوده، کار درست، کار درسته، پشیمانی. و اون طرفش لا تب جهنم به عقوبت، آقا یه کسی گرفتار عقوبت شد دیگه. حالا میگم ایناست که وقتی یکی مثل امام سجاد سلام الله خوب عنایت کنید، دوست دارم اینا رو روش فکر کنیم، ما خیلی چیزا توش در میاد، اساس حقایق همین جاها معلوم بشه. امام سجاد به خدا میگه خدایا من یه چیزی بهت بگم، تو همین دعای ابو حمزه، میگه خدایا تو منو جهنم نخواهی برد، با اینکه فمن یکون اسرع حالم منی، با اینکه انا اقل الاقلین و اذل الاذلین بعدو، مثل ذرتن او دونه، با چه تعبیراتی، ولی تو منو جهنم، چون من میشناسمت. بعد میگه چه؟ میگه نکن، حالا توضیح میده حضرت، میگه نکن خدایا اگه منو جهنم ببری، نه فقط منو ها، هر کیو جهنم ببری، کی خوشحال میشه، کی ناراحت میشه؟ بعد میگه که خب معلومه شیاطین که خب جشن میگیرن، خوشحالی میکنن، ولی پیغمبر اکرم ناراحت میشه. و میگه تو کسی نیستی که پیغمبر اکرم رو ناراحت کنی و شیاطین رو خوشحال. دیدی گفتم نمیتونی منو جهنم ببری، من میشناسم. چی میدونه ازش؟ آره همینه، میخوام همینو بگم، میخوام توجه، این خیلی مهمه که اهل بیت. من خیلی دیدم مثلا میگه که حالا بالاخره پس یه چیزه، بله کسی جهنم هست، هیچ کی هم نمیتونه هاشاش بکنه، متوجه چیه جهنم؟ چیه که آدم رو دوچار خود آزاری میکنه؟ مثل که آدم سادیسم داره، مثلا خودش خودشو آزار میده. نه همه بچهش همینه، نمادن. ببینه یک کسی الان شمر بابا 1400 سال نزد تقریبا شمر دنیا رفته، حالا یه ذره کمتر از 1400. خب اصلا الان جوجب شمر رو میگه آقا شمرگری که ادامه داره، اینقدر شمر داریم. شمر مگه کی بوده؟ یعنی چی شمر رو شمر کرد؟ الان تو منم هست، ولی خب من راحت میگم ولعن الله شمر، چرا میکنمش یه شخص. بعد پدرکشتگی شخصی هم باشه، ربطی به پدرکشتگی شخصی ربطی به زیارت عاشورا نداره. زیارت عاشورا لعن شخص نیست، لعن یک شخصیته. گفت اون شخصیت حقیقی معیار نیست، شخصیت حقوقیش معیار. این چی کاره بوده که الان مثلا اصلا دیگه هر جا گفت که هیچ هنر پیشه حاضر نیست حتی نقش شمر رو بازی کنه. خدا عمرش بده، یه بزرگواری از هنر پیش آمد نقش شمر رو یه جا بازی کرده و باش مصاحبه کردن، گفت من خیلی خوشحالم مادرم از دنیا رفته، با اینکه همیشه میگم کاش که بود، ولی الان خیلی خوشحالم که مادر، چون اگه بود آقم میکرد. و فیلان رو دو رفته نقش شمر رو بازی کرد، گفت الان خوشحالم ایشون نیست و بالاخره دیگه اینقدر با ما که تو کتمون کردن که ما نقش شمر رو بازی کنیم. گفت مادرم اصلا راضی نبود. چرا؟ حتی فیلمش رو بازی کنیم، نه اینکه بریم شمر بشیم ها. چرا اینجوری؟ این همه نفرت چرا؟ این همه نفرت همونیست که من و شما رو بیمه میکنه. اینا ببینید فطرت ماست، وجدان. زیارت عاشورا عین وجدان ماست. یه شما اصلا مگه میشه از شمرگری خوشت بیاد؟ فطرتت اجازه نمیده. حالا بعد دستکاریش میکنی از باب وقت خواب من دستاها،
قد افلح من زکاها، این فطرت دست نخورده که فالهمها فجورها و تقواها، اینو میشه آدم همینجوری سالم دست نخورده نگهش داره، ولی آدم هم میتونه دسیسه کنه بهش ور بره، بعد این فطرته همجور خودشو خوب نشونده. میگن نه، برید اون سراغ فطرتتون. همه دین رفتن سراغ فطرته. اون فطرتت همه چیو گفت، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه. همش تو خودمون هست، همه تعالیم الهی که انبیا و اولیا خواستن به ما بدن تو خودمون هست. فقط کافیه که ما این فطرت رو همجور سالم نگهش داریم. قد افلح من زکاها، اما وقت خواب من دستا. کی محروم میشه؟ اونی که اینو دستکاریش کنه. یعنی دستگاه حقیقتیابو نذاریم حقیقتو نشونمون بده، یه جوری دستکاری کنیم این درست نشون نده، ارور بده، میگه دستکاریش نکنید. چیه در درون ما که گاهی وقتا دستکاری میشه، بعد حواسمون نیست شم شدیم و بعد میگیم ولعن الله شم رو، میگه چه یعنی شم شدیم؟ میگه آخه چه خوشت اومد تو جگرت خنک شد. ابی عبدالله رو زمین افتاده، هر کی هم هر چی دستشه داره پرت میکنه، ولی همون که دیشب عرض کردم که شهریار چی میگه، میگه شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا، اون حقیقت ابی عبدالله. جای نفرین هم به لب دیدم دو. ببینید یکی مثل شهریار رفته پیدا کرده این حرفا رو میزنه، وگرنه بزرگان ما این حرفا رو نزدن، شهریار گفته، دست کمش نگیریم. به خدا بسیاری از بزرگان ما اصلا حواسشون نبوده به اینی که شهریار گفته، ولی شهریار گفته. کوچی گفت خدا دهنش گذاشته. کوچی گفت خیلی سالم بوده، خیلی صاف بوده، یا این فطرتش رو تعقیب کرده. به جای نفرین هم به لب دیدم دو. ابی عبدالله چی بگه؟ ابی عبدالله ما این هم همه اینایی که با نعل‌های اسباشون بدن منو له و لورده کردن، من همه اینا رو میخوام بعد قیامت دستگیری میکنم. برای همینه میگه اون که ترسم که شف... این ترس ما رو چیه؟ من میدونیم وقتی میگیم ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، چقدر نشون میده ما خطرناک شدیم که میترسیم. میترسی یکی مثل ابی عبدالله آخر بزرگواری رو به نمایش بذاره؟ متاسفانه میترسیم، حواسمون نیست. اینجا ها لو میریم، اینجا شخصیت مولو، بعد یا مند او کل اناسن به امام هم، اینجا ها معلوم میشه. تو امامت کیه؟ تو اتو دنبال کی هستی؟ با کی حال میکنی؟ یه طرف مثلا این داشت این کارو میکرد، رفتم جلو یه پخی کردم ترسید. حالم جا میدونم تو میترسونی کسی رو، حالت جا میاد. پس الهی الیک اشکو نفسم به سوء اماره و الی خطیعت مبادره ولی سخطک متعرضه تسلک بی مسالک المحالک و تجعلونی اندک احوانه حال. بعد کثیرت العلل، ای خدایا مسیرهای هلاکت رو میرم خیلی مفت، اصلا مجانی میرم. خب این آدم گاهی وقتا مفت مثلا وقف چه میدونم بنی امیه میشه، یا بنی امیه اون وقت میگه حالا من همین الان دیگه قربتن الی شیطان، نه قربتن الی. حقیقتش اینه، ولی حالش اینه. چرا یکی مثل امام باقر میفرماد که 30,000 نفر اومدن به جنگ جدم ابی عبدالله، کلون یتقرب الالله بده، همشون با قصد تقرب ابی عبدالله رو کشت. قصد تقرب؟ اون خدایی که اونا درست کرده بودن تقرب بهش همین بود. اون نمازی که اینا می... چرا قرآن میگه ویلون للمسلین،
بابا اصلا بدتره، وای به هر چی نماز خونه. بعد میگه که خودمارا الذین هم عن صلاتهم ساهون، گفت تقریبا همه نمازا هستن، چون اون نماز واقعی که خب نداریم، ان نادر و کل معدوم، مثلا امیرالمومنین داشته بعد به ندرتی که خب نادر رو شما حساب کنی، ان نادر و کل معدوم بگو نیست دیگه. دیگه نماز میگه که پیداش کردی که پس امیرون فرمود دیدیش، اگه ندیدی چه عبادت ندیدی بعد بریم ببینیم، اگه نبینیم اصلا معیارها دستمون نیست. و بعد میگه آجو چقدر سخت، اصلا سختم نیست، آسانترین همینه. خدا کی دنبالشه، کی میخواد این آسانترین؟ بله کلون یتقربو، ببینید اصلا فریاد تکبیر اگه بخوام ببینیم کجا بلند شده، وقتی سر ابی عبدالله رفت نور نیزه همه تکبیر گفتن، تکبیر هایی که از میخواد شأن نزولشو ببینه ایناست. آنچه خیلی اصرار نداشته باشیم به این تکبیر هایی که میگیم، من الان کاری ندارم به این که کسی امیرالمومنین هم تکبیر گفته. حالا من تکبیر امیرالمومنین یه شب براتون توضیح بدم، امیرالمومنین راجع به تکبیر چی گفته، از دید امیرالمومنین چی کبریا ابی خدای متعال رو تشکیل میده که لهل کبریا، بله کبریا مال اوست، و اهل کبریا و العظمه. اون کبریا چیه؟ کبریای پروردگار چیه؟ میدونیم وقتی اینا رو پیدا نکردیم ما مثلا چی هی به زبان جاری میکنیم، الله اکبر الله اکبر به هر مورد. میگه آقا سر ابی عبدالله رفت رو نیزه، کل لشکر عمر صد تکبیر گفت. اون خدایی که اونا پیدا کرده بودند، و قرآن میگه اتعبدون ما تنحتون، خود اونی که خودتون میتراشید عبادت. اینا حالا رجب اونا بت میتراشیدن، گفت ما من خدای بت تراشیدیم، ما که او رو پیدا نکردیم، یه چیزی بافتیم اسمش گذاشتیم خدا، که امام باقر فرمود اینو بندازیدش دور، اینی که خودت بافتی بنداز دور، بذار ببین قرآن چی میگه ما چی میگیم. اگر این که خودت بافتی یه چیز، وقت بعد دیگه ولش هم نمیکنی، بعد نهادینه شده در تو، بعد خیلی مزد یا حالا شدم شمر حال من. بعد چجوری شمر شدم؟ همین شنیدم که مثلا آقا اصلا یه طوفان آمد اسرائیل نابود شد، جشن میگیریم. یا مشکل داری امیرالمومنین، یه مشکل فرض کنیم ما اینجوری شد، امیرالمومنین میگه من اینجوری نیستم، شما برو تو نخ من ببین، مختی ابن ملجم بریم، دست من دیگه نبود دیگه، اگه دست من بود که گفتم خودم باشم میبخشم بذارید سالم بشم، اما دیگه الان من افتادم تو بستر و دیگه حق من نیست. بله امام مجتبی حق داره، ابی عبدالله داره، ولی دیگران هم حق داره. ببینید وقتی یه کسی کشته شد تمام وراثش میشن ولی دم، یه نفرشون نبخشه هیچ کاری نمیشه کرد، منتها او بسی سهم بقیه رو بده اگه میخواد بکشه. ولی خیلی دقت داره. اما امیرالمومنین سلام بفرمود من باشم که میبخشم، مثلا معلوم مثلا من کسی منو بشناسه که میدونه من آخرشم. چرا؟ چون افضل و اعمال المقتدر العفو، اینم تو همین فازیست که میگم. و بعد نقطه مقابلش اقبح و اعمال المقتدر الانتقام، زشترین کار یه مقتدر انتقامه. و میدونی ما با همین زشترین کار چقدر حال میکنیم؟ اصلا حواسمون چی زشته و چی زیباست. قرآن میگه که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، من اصلا مثل شما فکر نمیکنم. این چیزایی که شما بهش چسبیدید، خدا نیاره من یه وقت اینجوری فکر کنم. اما ولا انتم عابدون ما، من دنبال چیم شما هم نمیدونید. چرا؟ خب اصلا تو نخش نیستی، خدا تو فطرتت گذاشته ولی پرتش کردی رفته. ولا انتم عابدون ما عبد، خب حالا میگه نه ولا انا عابدون ما عبدتم، یه چیزایی رو شما در گذشتم تو نخش بودین، اونا هم خیلی حال به هم زنه. بعد دوباره میگه ولا انتم عابدون ما عبد، من
هم گذشته هم حالا، من هم کلن فطرت رو گرفتم سفت و دارم تعقیب میکنم. همین لکم دین و کم ولیه، دو تا مسیر، این دو تا مسیر، این دو تا مسیر تو زیارت عاشورا کاملا تابلوه. بعد میگن این مسیر نبا، این مسیری که اونا رفتن من هیچ وقت نمیخوام. میگه خب خیلی بد کار کنی، بعد فطرت خودتو سالم میکنی. و یعنی ولعن الله و شمرا میگیم همینجور به سهم و نماز که میگیم الله اکبر، ولی فاجعه است. یا همین که میگم یا ملح الدنیا و الاخره، ارهم میگم واقعا فاجعه است. یا ملح الدنیا چی میگی؟ منو شناختی؟ من دعای جوشن رو به عنوان یه هدیه ای دادم به پیغمبر اکرم که اینو برن تو نقش. بعد میگه خدا، میگه اینه وا خدا، اینه، نه اونی که تو فکر میکنی. بعد این با اون خدایی که ما بافتیم، زمین تا آسمان هیچ، جهنم تا بهشت خیلی بدتره، فاصله فاصله عجیب، اصلا ربطی به خدا نداره. خب سرورمونم تشریف و بردن مجلس، بالاخره عاقبت به خیر میشه. امشب شب جمعه هم هست دیگه، شب زیارتیه ابی عبدالله سلام الله علیه. حالا بازم میشالله مجال بشه راجع به موضوع بیشتر حرف بزنیم. چی بود که یکی مثل حضرت ولی سلام الله علیه خطاب به ابی عبدالله میگه که لئن اخرتن دهور و عاقنی عن نصر کل مقدور لأندبنک صباحا و مسا ولا ابکین علیک بدل الدموع دما. یه آقا درست زمان من رو به تأخیر انداخته و مقدرات پروردگار اجازه نداده من در خدمت شما باشم، ولی الان بر شما نطبه می کنم. نه الان، همیشه فعل مضارع رو برده دوام و استمرار رو میرسونه. صبح و شام چی توی ابی عبدالله پیدا کرد؟ میگه اونی که من پیدا کردم همون وسیله نجات کل جامعه بشه. من منجی زوم کردم رو ابی عبدالله، چون یه چیزی راجع به ابی عبدالله میدونم که اصلا کسی تو نخش نیست، چون همه میگن حسین ولی هیچکی نمیدونه حسین کیه. ولی یکی مثل امام صادق که خب دیگه خود ابی عبدالله است، میگه که من بگم من لو بدم که اعذر فی الدعا، یعنی ابی عبدالله رو میخواد تو دو سه کلمه اهل بیت توضیح بدم، میگه اعذر فی الدعا، بهانه دست هیچکی نداره، همه رو خالصانه میخواست. و من حن نصح، نصح اصل نصیحت یعنی بدون حاشیه بدون عوارض خیر کسی رو خواستن. خیلی خیلی کار داره، مثل همون تو توبت نصوها که قرآن میگه، این ماده نصح خیلی عجیب. بعد میفرماید که و بعد به خدا میگه بدل محجته و فیک لیستنقض عبادش من ال... ابی عبدالله دنبال نجات بود، به نجات همه، مخصوصا اونایی که از همه زمین خورده ترن فکر میکنه. این ابی عبدالله موجب شده که من مداوم بر ابی عبدالله نطبه میکنم و عشق میریزم. نه اینکه وقتی گریه میکنم اشک بیاد و خون میگریم، هیچ کدومش هم مبالغه نیست. یعنی ابی عبدالله منو کشته، منو بیچاره خودش کرد، من منجی جهان، چون ابزار نجات جامعه بشری رو او داده دست من و اینجوری میام و جامعه جهانی رو نجات با این چیزی که تو دلم هست، با دلم دست همه رو میگیرم. کار با دل با فرمود ابن جعفر، انا امام القلوب، ما دل میبریم.
یعنی دلبری خواهم کرد مسعبیم دل. کسی دنبال این هست که مثلا شرایط ظهور، شرایط ظهور شرایط دلبریه، شرایط دلربایی است. اینقدر دلبری بکنم، دلربایی بکنم، و اوناست که من دو سه کلمه میگم ایشالا استفاده میکنیم. ببینید حالا این تعبیرات، السلام و السلام و علی الشیب الخضیب، سلام بر اون محاسن خونالود. یه وقتی آدم به نجات همه فکر میکنه و تمام وجودش خواستنی میشه، دل رو با اون وقت هر حادثه‌ای که رخ داد تو این مسیر برای عبدالله، سلام بر اون محاسن خونالود.